سلام به شما بینندگان عزیز، با آرزوی ایامی خوش به تماشای یکی دیگر از برنامه‌های تاک شو نشستید. این هفته دو مهمان دعوت شدند در برنامه تاک شو که هر یک از این عزیزان چهره‌های آشنایی هستند برای همه شما، چه در درون مرز چه در برون مرز، و سالهاست با فعالیت این عزیزان همگی آشنایی. مهمان ساعت اول برنامه تاک شو این ساعت آقای فرهاد بشارتی است. صحبت من با آقای فرهاد بشارتی این بار در چند موضوع متفاوت از هم شکل گرفته و شکل خواهد گرفت و هر کدوم از این سوژه ها و هر کدوم از این متن ها یا تیترهای برنامه برای شما جذابیت خاص خودشو داره. طبیعتاً الان بسیاری از شما وقتی نام فرهاد بشارتی بر سر زبان ها میاد، یک نگاهی ناخودآگاه به پروازها ذهنتون متمرکز میشه و این تمرکز ذهن به خاطر سرویسی است که در طول سالهای طولانی آقای فرهاد بشارتی در اختیار شما عزیزان قرار داد. آقای فرهاد بشارتی، سلام میدم به شما و امیدوارم حال احوال شما از هر نظر خوب و خوش باشه. عرض ادب میکنم به شما و تمام بینندگان عزیز تلویزیون ایران که نظاره‌گر برنامه شما هستم. خواهش می‌کنم. بها هر دفعه شما آمدین در برنامه تاک شو، فردای اون روز تلفن زدید، بسیار بازدید خیلی خوبی رو گرفتیم. اما 100% شما خب بیننده به طور کلی زیاد دارین. مرسی. وقتی یه چهره های اینطوری هم میام میشینم. خواهش مرسی از شما. خواهش میکنم. آقای فرهاد بشارتی. اینم واسه اینکه بخندین. بله. جدی نباشین. من اقیده اینه کروات هم باست کنیم با زیر پیرنی پیجامه. بله دیگه. بله دقیقا. شاید شب موندیم. عرض کنم که آقای بشارتی، صحبت پرواز، بله، صحبت یکی از تخصصهای شما در این زمینه است و بینندگان عزیز شاهدن، این حقیقت خودتونم حس کردید و آگاه هستید که آقای فرهاد بشارتی مبتکر ارائه بلیط‌های خداپسندانه به هموطنان عزیز ما بوده و هست و انشالله این روش و این کارهای ایشون همچنان ادامه پیدا کنه. عرض کنم حضورتون، ما شاهد بودیم بلیط‌های رفت و برگشت به ایران با قیمت‌های فوق‌العاده ارزانی در اختیار عزیزان ما که قصد سفر به وطن رو داشتن و یا دوباره برمی‌خواستن برگردن به کشور میزبان امریکا، از طریق آقای فرهاد بشارتی ارائه شد و الان در این روزها قیمتی که ارائه شده و مثل که عمر طولانی هم نخواهد داشت بر اساس مبلغ 750 دلار. آقای فرهاد بشارتی، چگونه هستش که شما آگاهی پیدا میکنین در ارتباط با بلیط های ارزان و این حس کارایی و این کنجکاوی شما خودش برای خودش واقعا یه جذابیتی داره؟ جناب سپهبند، به خاطر اینکه 20 ساله ما داریم این کارو میکنیم، من و همکارام، در نتیجه بسیار آپدیت هستیم. یعنی مثلا مسافر که زنگ میزنه احتیاج به این نیست که شماره تلفنش رو بگیریم بگیم بعدا زنگ میزنیم نزنیم، اصلا این حالت ها نیست، الا موقعی که مثلا واقعا همه خطا محدود 16 تا خط داریم. اگر همه اینا مشغول باشه اون وقت بله تلفنشون رو میگیریم بعدا برمیگردیم، یا مثلا کلاینتی در مقابل میزتون باشه، بله، یا من یا بچهای دیگه، بالاخره یه نفر جواب میده. این فقط به خاطر آپدیت بودنمونه و ایرلاین ها معمولا بهترین قیمتاشون رو همیشه اول به ماها اعلام میکنن چون میدونن مشتری های ما زیادن. در نتیجه اول خب چون از ما بیزینس خوبی، همه ایرلاین ها از ما بیزینس خوب واقعا میگیرن و سرویس خوب هم میدن، یعنی مثلا کافیه بدونن شما از ترابل اجنسی ما هستین، مطمئن باشین یه نگاه دیگه ای بهتون خواهند داشت. بله. تا بقیه دوستان از همکاران. بله. برای همین ما بسیار آپدیت هستیم، مرتب با ایرلاین‌ها در تماسیم، مرتب ایمیل‌هاشون رو می‌خونیم. در نتیجه همین الان 759 دلاری که
شما فرمودین هستش، اگر زنگ بزنن واقعا حتی تا 28 می هنوز میتونیم 8 روز اضافه شو. هنوز میتونیم با اون قیمت مسافر رو ببریم و برگردیم. خب آقای بشارتی، اینی که میگن فصل سیزن یا قیمت ها میره بالا به خاطر تراکم سفرها هستش که این اتفاق میفته، و یا احیانا ممکنه در فرض بفرمایید همون ترافیک سفرها ممکنه صندلی 750 دلار هم پیدا بشه؟ عرض میکنم بهتون مواقعی که بچه های مدرسه تعطیل که میشن، ایرلاین ها میدونن همه دارن مسافرت میکنن، قیمت ها رو میبرن بالا. خب ولی البته همین بلیتی رو که مثلا برای جون، جولای و آگست که قیمت ها نسبتاً بالاست، اگه مثلا 4 ماه پیش خریده بودن واقعا با 700-800 دلار میشد خرید. یعنی اون موقع خب هم پرواز ها همش ببینین اینطوریه که توی هر پروازی ایرلاین نمیاد همه صندلی ها رو به یه قیمت بفروشه، مثلا 700 دلار بفروشه. درسته، این چگونه است آقای بشارتی؟ خب اینا میاد اگه ممکنه یه در این مورد با کمان مرز ببینین کلاس های سرویس مختلف هست. درست، نمیدونم وی دبلیو، حالا تو ایران مثلا الو میگن لاف کلاس، این کلاس های سرویس مختلف قیمت های مختلف داره. درست، مثلا تو هر هواپیمای شما فکر کنین 20 تا صندلی میذارن برای 700 دلار. خب تو هر هواپیمایی که 300 نفر برای مثال اگر جا میگیره 20 تاش میشه، اگر اون 20 نفر رو هر کسی بخره دیگه اون روز به خصوص اون هواپیما 700 دلاری دیگه جا نداره، میره مثلا 1000 دلاری میشه، بعد 1000 دلاریش هم باز 20 تاست، همینطوری میره بالا. مثلا اگر فول فیر تیکت، فول فیر یعنی اینکه روی وای کلاس، شما دیدین اینجا به لاس وگاس مثلا بعضی وقت از 59 دلار، درست، یه موقع هم هست میخوایم برین 300 دلار باید پول بدیم، اون 300 دلاری فول فیر تیکته. برای مثال از اینجا به ایران اگر فول فیر تیکت کسی بگیره که بلیتیه که روی وای کلاس صادر میشه، شما با اون بلیت میتونید نصف راهو برین، بقیهش پس بدین، هر موقع میخواین عوض کنین، نو پنالتی. آره اون فول فیر تیکت اون میشه 3500 دلار. و هیچ بعید نیست شما که 700 دلار بلیت خریدین، اگر یه روز مونده به پرواز یه نفر مثلا بیاد یه بلیت بخره 3500 دلار بخره پیش شما هم نشسته. ببینین صندلی‌ها هیچ فرقی نمی‌کنه، قیمت بلیت بستگی به اون روزیه که شما دارین می‌خرید. صحیح. حالا آی بشارتی، تو این پروموشن ها اعلام میشه که با چه ایرلاینای الان بر اساس 750 دلار؟ همشون هر کدوم جا داشته باشن، اینا این 10 15 تا ایرلاینی که ایران میرن اینا همه دارن با هم مسابقه میدن. بله، چون به نفع مسافر، به نفع مسافر، در اینه که تعدادشون زیاده و همشون هم باید پر کنن. اگه پر نکنن ضرر میکنن. خب برای مثال امارات ایرلاین 2 تا پرواز در طی روز داشت، یکشو کنسل کرد به خاطر اینکه نمیتونه پر کنه. وقت پروازش هم 380 یعنی هر پروازی نزدیک 700 نفر مسافر جا میگیره. صحیح. خب 1400 نفر در طی روز با امارات ایرلاین مسافر بگیره از فقط از لس آنجلس، و این امکان پذیر نیست. برای همین یکشو کنسل کرد. الان خب اون یکی دیگه فول میره، در نتیجه میتونه بفروشه. امارات ایرلاین خیلی پاپولاره، برای این اینو عرض کردم. بله، بسیار پاپولار، مردم دوست دارن چون سرویس بسیار شامل ترکیش و ایر فرانس و لوفتانزا و همه ایرلاین ها دیگه، همشون اینا دیگه الان همشون، چون ایران یکی از بزرگترین مارکت های خاورمیانه است. بله، هنوز که هنوز ما ایرانی نداریم که به اینجا مستقیم بره و بیاد، در نتیجه مسافرای ایرانی بل اجبار از اینا استفاده میکنن. بره. و به همین دلیل اینا با هم یه مسابقه دادن، قیمت میارن پایین، یه روز میگن 3 تا چمدون میدیم میتونن مسافر ببرن، هر روز یه پروموشن جدید میارن. الان اون پروموشن ها چی هست؟ 3 تا چمدون الان فعلا نیست، ولی از ایران اگر مسافری ما داریم میاریمشون به امریکا با 3 تا چمدون با قطر ایرویز میتونیم با قطر ایرویز میتونیم از ایران اگر حالا آقای فرهاد بشارتی، در حال حاضر کسانی که بلیت رفت و برگشت به ایرانو تهیه کنن از طریق ترابل ای تی تی، وقتی سفر میکنن، البته تا 28 می، حالا ببینیم بعد از 28 می هم شامل این صحبت سوال که من دارم میشه، آیا اینطور اعلام دارید میکنید که یک بار میتونن بلیتشون از ایران کنسل کنن بدون اینکه بهشون پنالتی بخوره؟ درسته، میتونن عوض کنن، نه کنسل، نه عوض کنن، تاریخو عوض کنن، تاریخو عوض کنن. حال فرض بفرمایید اینا که بلیت رفت و برگشت تهیه میکنن تا
تاریخ برگشتشون هم مشخص کرده. 100% بلیت اوپن دیگه 10 سالی هست که صادر نمیشه. صحیح. در نتیجه حتما یه تاریخ دارن. یعنی من نمیتونم تاریخ تعیین کنم برای برگشتم. اگه چرا؟ شما میتونید بگید من الان دارم میرم، روز فلانم میخوام برگردم. نه، روز فلان فرض بفرمایید میخوام الان، من میخوام مثلا جولای برگردم، میگم که نه میخوام الان من برم سپتامبر برگردم. فرق نمیکنه. شما فرق نمیکنه. موقعی که با توجه به سیزن هست فرق نمیکنه. شما موقعی که بلیتتون رو دارین میخرین باید برگشتنتون نوشته بشه توی بلیت. اونو میدونم. ولی وقت فرض بفرمایید که اگه به ترافیک های سیزن هم باشه مشکلی من منظورتون عوض کردن. آه اوکی، الان توضیح میدم. خب چه سوال خوبی هم کرد. بله. اتفاقا بیشتر مشتریای عزیزمون این سوالو میکنن. ببینید من همیشه خواهش میکنم از همشون که وقتی تشریف بردن ایران اگر خواستن چیزی رو عوض کنن با خود ما تماس بگیرن. آها، چه دلیلی داره؟ ببینید ما اینجا با حوصله جوابشون رو میدیم. بله میدونم. مثلا میگن ما میخوایم 20 آگوست برگردیم، من میگردم میگم 21 جا هست، 23 جا هست، یه روزی که مسافر پول اضافه دیگه نده برای اینکه اون کلاس آف سرویس جا نداره. متوجه عرضم هستین؟ به همین دلیل همیشه خواهش خواهم کرد که به ما زنگ بزنن که ما کارشون انجام بدیم. مستقیم میفرمایید که تماس نگیرن با ایرلاین؟ نه نه، تماس دلشون خواست بگیرن. ولی اگر باشه مراتب شما فکر کن توی تهران نشستین، باید توی اون ترافیک بلند شین برین مثلا خیابون پهلوی بالا، اسمش نمیدونم الان چی شده، برج سایه، اونجا برین، ایرلاین ها اکثرا اونجا هستن. آه. برین ایرلاین بشین اونجا نوبت بگیرین، صداتون کنن، بعد حالا یه وقت اخلاق طرف خوبه بده هرچی هست، یعنی این چیزها رو من نمیخوام مشتری های ما این حسل رو داشته باشن. آه. این ناراحتی رو داشته باشن. وقتی یه تلفن میزنن دیگه، تلفن هم که دیگه الحمدلله همش مجانیه، راحت یه تلفن میزنن انگار دارن زنگ میزنن خونه همسایه، اینقدر نزدیک همه چی دیگه، مدیا زیاد زنگ میزنن، ما از اینجا کارشون انجام میدیم در ذهن با حوصله. مثلا میگن اگر میخوان 20 آگوست برگرده، 20 جولای برگرده، اگر اون روز جا نیست میگردم با حوصله براش پیدا میکنم. خیلی مهربون جواب میدم. عزیزم اگه 2 روز دیرتر بیاین، 1 روز زودتر بیاین، شما پول اضافه ای دیگه نمیدید. ولی توی ایرلاین که میرن میشینن اونا حوصله این چیزا رو ندارن. چون انقدر سرشون شلوغه اونجا. خب در نتیجه این یکی از اون سرویس هاست که وقتی شما بلیط رو فروختین به مسافر، ما با مسافر میریم باشون هم برمیگردیم که خیالشون راحت بشه. که بسیار فکر خوبه. خب آقای فرهاد بشارتی عزیز، بفرمایید که شما یک توری رو در سال گذشته به مقصد کوبا بله برگزار کردید و خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت. بسیار تور خوبی بود. شنیدم که در سپتامبر هم میسین که شما دارید. بله. یه همچین توری رو بردید. 18 سپتامبر تا 25 که البته در حال سولداد شدنه. دلیلش هم اینه که اتوبوسایی که اونجا هست برای اینکه دوستان عزیز ما رو این مرمبر میبرن فقط 45 نفر توش جا میگیره. یعنی بیشتر از 45 نفر نمیتونیم ببریم. مزی که شامل تور دوم بشه که جا نداریم. نه. اون وقت این تور شامل صبحانه، نهار، شام، هتل، رفت و برگشت. ویزا ویزام بله، ویزا میخواد کوبا. بله بله. حتما باید اجازه باشه که ایجنسی ما این کار انجام میده. بسیار. اون گفتین سپتامبر انجام. سپتامبر 18 تا 25. آقای فرهاد بشارتی عزیز، یک سوال میخوام ازت. جان بگیر. شما در طول 20 سالی که اشاره کردین که در این زمینه واقعا مهارت خاص خودتون رو دارید و مردم هم شما رو شناختن و میدونن که با چه حوصله‌ای و با چه عرض کنم وقت گذاری و متانتی براشون سرویس دهی رو سعی میکنیم به نفع احسن انجام بدیم، شده مسافرهایی از شما گریه کنن، ناراضی باشن و این گریه و ناراضیشون سر چی بوده؟ الان عرض میکنم بهتون. چه سوال خوبی میکنی. امروز سرحالی ناقید. من همیشه سرحال. ببینین ما تو امریکا داریم زندگی میکنیم، یعنی رئیس جمهور اینجا 51 نفر طرفدارشن، 49 نفر بر علیهشن. یعنی دوستش ندارم. این طبیعیه که آخر سر اون 51 نفر باعث میشه رئیس جمهور. ما هم هیچ وقت دیگه خدا که نیستیم که بالاخره مشکلات به وجود میاد، به خصوص برای مسافرانی که بعضی وقتا راحتتون کنم زیاد مسافرت نکردن. در نتیجه مثلا ایرلاین تازگی ها اینطوری شده که اجازه نمیده شما سیت سلکشن براشون بکنید. آره، میگه که سیت سلکشن 24 ساعت قبل از پرواز.
میتونین سیت سلکشن کنین. یعنی میخوام بگم من فرض بفرمایید میخوام کنار پنجره باشم یا میخوام رو آیل سیت باشم یا میخوام. اینو همیشه میگن 24 ساعت قبل از پرواز. مال این قیمتای ارزونه. ولی اگر قیمت بلیط مثلا $300 گرونتر بخرین، نه، همون لحظه بهتون سیت هم میدن. درست. خب ببینین این یه چیزاییه که قوانینیه که میاد و ما دیگه دستمون بسته است. ما هم باید عین همین رو منتقل کنیم به مشتری عزیزمون. خب بعضی از مشتری‌ها تابع قوانینن، میگن اشکالی نداره، یا اون $300 اضافه رو میدن و سیتی که دلشون میخواد میگیرن، یا صبر میکنن 24 ساعت قبل از پرواز با متانت خودشون زنگ میزنن، من براشون صندلی میگیرم که راحت هر کجای هواپیما که دلشون بخواد بشه. این یه چیزای اینطوری. یه مشکلاتی مثلا بعضی وقتا دیگه دست ما نیست به وجود میاد. برای مثال حدود 4 سال پیش یک خانومی یک بلیطی خریده بودن از اینجا به مقصد تهران. شما میدونین مسافر ایرانی همیشه واقعا ما اوریج گرفتیم 9 بار طول میکشه، یعنی 9 بار زنگ میزنن تا مطمئن شن این بلیط چی رو میخرن درزن برسین. خیلی هم خوبه. نمیدونم یعنی وسواس بودن ما رو میخوای بگی؟ آره وسواس، یعنی خاطر نگرانی ما. آره برای اینکه حالا مشتری آمریکایی یا مشتری غیر ایرانی این همین حالاتو داره؟ نه مشتری غیر آمریکایی مشقشون رو کردن، همه چی رو میدونن. وقتی زنگ میزنن میگن اصلا شماره پرواز رو میگه، میگه من این پرواز رو میخوام، اینو قیمتش هم که بهش میگین میگه میدونه همونه. یعنی با اون اصلا دیگه مشکلی نیست، نه راحت میخرم. یا امریکایی ها به خصوص اینجا که داریم زندگی میکنیم، باورم کنین از سال قبل میاد کروز میخره برای سال آینده. یعنی اون روز رو ست کرده با خودش و خانوادهش، برن وکیشن، برن کروز. یعنی 10 روز میرن آلاسکا. خب ما مسافر ایرانی متاسفانه اینطوری نداریم. آیا بین اوریج سنی که یک همچین موردی رو دارن، به طور کلی بفرمایید که چه سنی این به اصطلاح دلنگرانی رو برای پرواز داره؟ معمولا بالای 90 سال. خدا حفظشون کنه. خدا همشون حفظ کنه. واقعا راست میگم. اونایی که دیگه یه ذره اولد هستن، نگرانن دیگه و حق هم دارن. باید سوال کنن و ما به خدا خودتون میدونین اونجا با نهایت مهربونی نشستیم جوابشون میدونن. ولی این که میگین مشکل یه وقت به وجود میاد، تنها مشکلی که پیش اومد، جالبه که اینو من خدمتتون بگم، یکی از تجربیات منه. یک خانومی بلیط خریدن از اینجا به مقصد تهران با ترکیش ایرلاین. میدونی خودتون تا بیان بلیطو بخرن 3-4 روز طول میکشه. خب اول رزرویشن میکنن، بعد زنگ میزنن میگن حالا بذاریم با شوهرم صحبت کنم، بعد با فامیلم ایران صحبت کنم ببینم اون روز مناسبه. این صحبت ها رو هر روز ما داریم. بعد ما هم خب پیشن هستیم، صبر میکنیم. روزی که این سرکار خانم اومدن این بلیطو خریدن، مثلا پروازی که از لس آنجلس میرفت استانبول 3 ساعت بعد میرفت تهران. روزی که بلیطو خریدن دیگه ما صادر کردیم بلیطو، شد 5 ساعت. 3 ساعت شد 5 ساعت. خب بلیطو ما فرستادیم براشون، خب 2 ساعت دیگه این وسط دیگه وسط این مسافرت به این بلندی که دیگه آدم باید از خودش اغماز داشته باشه، گذشت داشته باشه. درست روزی که ایشون می‌خواستن پرواز کنن زنگ زدن با چه توپ و تشری که آقا این الان به جای 3 ساعت شده 5 ساعت. توضیح دادم براشون اینطوریه اونطور. نه من اصلا میخوام همین الان کنسل کنم. آخه خب ما دلمون نمیاد، شما این همه پول دادی چرا کنسل کنین؟ حالا من یه کاری براتون میکنم. من اومدم چیکار کردم؟ من اومدم از طرف ایجنسی خودم به خاطر کاستومر سرویس $500 ناقابل، $503 شد دقیقا، یک بلیط خریدم برای اون 3 ساعته‌ای که ایشون میخواست بیشتر نمونه که از استانبول برن تهران. خب بعد بهشون هم عرض کردم شما رسیدین اونجا برای اینکه اون پروازتون رو شما باید ترکیش ایرلاین رو در جریان بذارین، اگه نذارین اون نوشو میشه، اون پروازی که اولی داشت که مثلا 5 ساعت بعد باید میره. بله. ایشون بلیتو میگیرن استفاده میکنن میرن به ترکیش ایرلاین، هم هیچی نمیگن. خب بلیتشون میسوزه. من اینا رو عرض کرده بودم بهشون. خب سن بالاست، متوجه نمیشن یا دقت نمیکنن یا میگن ابی نداره، بلیت داریم دیگه. میدونین چی میگم؟ یه سوء تفاهم اینطوری به وجود میاد. این صحبت 4 سال پیش البته دیگه، بعد از اون برام تجربه شد که دوستان عزیزی که به ما زنگ میزنن دقیقاً همه رو ساعت‌ها رو هایلایت میکنیم، براشون ایمیل میکنیم که قشنگ ببینن ساعت‌ها چیه، کجا هستن، چقدر میمونن اینا، که این مشکلات پیش نیاد. بله اون خانم از دست ما دلخوره. من خب
در سطح این همه مشتری راضی یه نفر همونطوری دلخور پیش در واقع شما طبیعیه این نه. دیگه یعنی اون من, هم... من فکر میکنم غیر طبیعیه. میدونی چرا؟ به لحاظ این که خب 5 ساعت رو ایشون نخواستن قبول کنن. شما اومدین از سر مه 500 دلار و 500 دلار 3 دلار لطف کردید، یه ایلانی براشون پیدا کردین که اون 5 ساعت رو توقف نکنن. درسته، کمتر از 3 ساعت باشه. بهشون توضیح دادید خانم عزیز ترکیش ایلانی وقتی شما رسیدی در جریان قرار بدید. درسته، انجام ندادن. نه ندادن. خب پس تقصیر شما نیست. آره خب اینو ولی بیدید. اگر ایشون فرض بفرمایید کمکاری کرده نرفته گفته تقصیر شما نیست. خب این دیتیل دیگه با. دیتیل قضیه است. یکی این در مورد سیتا گفتین مثلا فرض بفرم من میایم آی بشارتی من آیل سیت میخوام، شما میگی باشه منصور من میزنم آیل سیت برات، ولی من رفتم دیدم که وسط مسافران نشستم، حالا اینجا تقصیر منه؟ یعنی نه اون تقصیر ماست. تقصیر شما. ولی یه مسئله هست الان که همین داستان سیتو که براتون گفتم ایرلاین ها نمیذارن که سیت بگیرین تا 24 ساعت قبل. بله گفتم. اگر 24 ساعت قبل یه مثلا سیت های خوب و گرفته باشه ایرلاین مثلا دیگه سیت اون وسط دیگه به اجبار مسافر باید اونجا بشینه. بله. این بلیت هایی که ارزونه این مشکلات هم داره. بله. ببینین هیچ گرونی بی دلیل نیست و هیچ ارزونی بی دلیل نیست. بله. من فقط دوست دارم که مثلا مشتری عزیز ما اینا همه رو توضیح میدم براشون که بدونن آگاه باشن، نرن یه سورپرایز بشن بگن مثلا ترابل ای تی تی به ما حرفی نزد ما رفتیم دیدیم وسط نشستیم. نه اینطوری، اولا که تمام دوستان عزیز من که به من زنگ میزنن همه دوست دارم جلو بشینن. درست، که جلو پاشون باز باشه. دقیقا دیگه. خب دیگه مثلا چند تا قبل بسازه چیز کی بسازه بوئینگ که چیکار کنن برای ایرانی‌ها یه صندلی نه نه بله. خب یه چیزی من به شما بگم، نمیخوام بگم مثلا فلان مملکت اصلا اسم هیچ کس نمیبرم، ولی ایرانی‌های عزیز ما همیشه باید بالاترین سرویس ممکن رو داشته باشه. یعنی محبت حقشونه. ماها از یک کشوری که انقلاب زده بلند شدیم اومدیم اینجا، حالا شما فکر کنین در طی سال با دلتنگی بلند میشیم میخوایم بریم مملکت اون بیه، باید جامون راحت باشه، باید احترام خوب بگیریم، این کاملا حقشون. آقای بشارتی در خصوص گله بعضی از عزیزان ما صحبت میکردن، من یه بلیتی برای دبی از ایشون با یونایتد گرفتم، بعد یه کمی هم به خاطر اینکه تصادف شده بود توی فریوی 405 تقصیر من نبود، من بعد 2 ساعت زودتر خودم رو در فرودگاه میرسوندم، ولی این اتفاق افتاده بود و راننده هیچ کاری نمیتونست بکنه، خودش راننده تاکسی، و در نتیجه من خب دیر رسیدم و وقتی که دیدم ایرلاین پیاده شدم اون کسانی هستن که جلو چمدون میگیرن. بله. به من گفت میخوای ما چمدون اینجا به اصطلاح بگیریم؟ گفتم چکین کنم. گفتم بله. خب طبیعتا بلیط رو میخواد، پاسپورت رو میخواد، ما بلیط رو دادیم و اون خانم تق 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 زد تو کامپیوتر گفت اسم شما نیست. حالا من دیر رسیدم، اعلانم دیگه چیزی نمونده. خب طبیعتا خب من از اون بعد یه مقداری گفتم ای مگه میشه فرهاد بشارتی با من یه همچین کاری بکنه؟ مگه میشه؟ تلفن کردم فرهاد جان قربون شکلت برم اسم ما نیستی. منصور جان نگران نباش. چی چی نگران نباشم؟ خلاصه معلوم شد که این کسانی که اول چمدون رو چکین میکنن اون خانم اشتباه کرده بود. بعد فرهاد به من گفتش که بگو این کارو بکن این کارو کرد. بعد زنم گفت ساری و به حال من داشتم تا اون لحظه فکر کردم که نکنه فرهاد سر شلوغ شده. آره بعضی وقتا پیش میاد مثلا مسافر میرسه ایرپورت، دوستای عزیز ایرونیمون میدونی که لانگ نیم داره مثلا اسمای بلند. بله. مقدم پور نسیان. بله. شجاعی مثلا. بله. همه اینو پشت سر. بعد اون کسی که اون پشته عادت به این چیزا نداره. بله. مثلا عادت داره مثلا بگه جکسون نمیدونم. درسته. آره ولی من دیگه اون کارو نمیکنم، ترجیح میدم برم خود ایرلاین چکین کنم. آره اون بهتره. برای همین که کامپیوترشون هم اطلاعات بیشتری داره تو به نسبت اون کسی که جلوی در هستش. به هر حال اونایی که پشت کانتر ایرلاین باشیدن تجربه شون خیلی بیشتره. یعنی یه شماره تیکت روی ایتنری شما هست همونو میزنه همه چی معلومه میبینه. بحر. اتفاق افتاده که مثلا مسافر زنگ زده گفته فرهاد جان
بلیت ما اینجا نیست. حالا یه نفر مهربون زنگ زده چون امکان نداره همچین اتفاقی بیفته، مهربون زنگ زده و منو میشناخته، یه نفر از عصبیه، اشکالی نداره چون اونجا دیگه فراستریتد، اون عصبانیه. من که نبود با اون عصبانی بشن، من باید آرومش کنم، میگم یه دقیقه صبر کن، این شماره تیکتتون بدین براتون پیدا کنم. خب تلفن آقای فرهاد بشراتی در ترابل ای تی تی کد 310-446-44-44 کد 310-446-44-44. از آقای وحید کارگردان فنی برنامه خواهش دارم که ما بخوایم این بخش مسافرت رو به پایان ببریم. چیز ناگفته هست؟ نه. بخش این مسافرت رو به پایان ببریم و از آقای وحید خان خواهش میکنم که البته اینجوری که معلومه وحید خان دارن آگهی ترابل ای تی تی رو میذارن، دستشون درد نکنه وحید خان. بعد از آگهی هم محبت کنیم یکی از موزیک ویدیوهای دنیای جدید فرهاد بشارتی رو هم پخش کنید. مرسی. سلام، ای تی تی وکیشن بفرمایید. خواهش میکنم. ای تی تی در طول سال به دلیل داشتن قراردادهای انحصاری با معتبرترین شرکت‌های هواپیمایی جهان، مناسب‌ترین قیمت و راحت‌ترین سفر دور و نزدیک شما را فراهم می‌کند. آدرس وبسایت ما forairticket.com، شماره 4airticket.com که 24 ساعته در اختیار شماست. آدرس ما 1413 وست وود بولوار، لس آنجلس، کالیفرنیا 924. برای تماس با ما 310-446-44-44. مهربانی همکاران من در ATT زبانزد همه است. ATT Vacation شایسته شخصیت شماست. سایه های لعنتی، سایه های لعنتی. بزنیم موزیک ویدیو رو پخش کنیم، بعد راجع به دنیای فرهاد بشارتی صحبت کنیم. نزار فاصله پیدا شه، بذار عهدنامه عشق من و تو باز امضا شه. دلم میخواد تا من زندم همیشه باشی اطرافم، با آغوشم برای تو لباس عشق جهنم میشه من دنیام، دلت وقتی که میگیره، زمانی که تو غمگینی دلم انگار که میمیره. جهنم میشه من دنیام، دلت وقتی که میگیره، زمانی که تو غمگینی دلم انگار که میمیره. کجا رفت اون که با حرفاش منو یک شب مجنون کرد؟ کجاست اونی که دردامو واسه همیشه درمون کرد؟ واسه همیشه درمون کرد. نبینم چشم معصومت شده ابری تو، شکوفا کن تو میتونی، شکوفا کن تو میتونی. جهنم میشه من دنیام، دلت
وقتی که میگیره، زمانی که تو غمگینی دلم انگار که میمیره، جهنم میشه من دنیا دلت وقتی که میگیره، زمانی که تو غمگینی دلم انگار که میمیره، میمیره. آه آه باب آقای فرهاد بشارتی جان، چرا دیر شروع کردی؟ ببین شما که سالیان سال از دوران خیلی نوجوانی با موسیقی آشنا بودی، رابطه برقرار کردی، قانون به هر حال یکی از اساسهای مورد علاقه شماست، چرا دیر شروع کردی؟ به خاطر اینکه اول بگو چرا دیر شروع کردی تا من بهت بگم چه سوالی دیگه دارم. دلیلش خیلی واضحه، من چون تو جامعه هنری بودم منتهی مرتبه، فقط به دلیل اینکه وقتی شما فقط موسیقی تنها اجرا میکنین، اون مخاطبین رو که باید داشته باشین ندارین. یعنی چجوری راحتتون کنم؟ تمام عزیزانی که مثلا موسیقی رو دوست دارن دنبال این میگردن ببینن کی خونده، خواننده کیه. اصلا براشون مهم نیستش که اون پشت کیا زحمت کشیدن که این خواننده اومده این جلو داره میخونه. خواننده در حقیقت یه ویترینه. یعنی این شما رو آزار داد؟ 100%. شما خودتون میدونین من با همه خواننده ها کار کردم، با همش. بله. ولی میگم این حرکت این شما حرکت با توجه به اینکه قانون یک ساز بسیار شنیدنی هست، شما رو به یک نتیجه رسیدی که ارضا نمیکنه. یعنی ارضا نمیکنه که، یعنی دیگه گفتی که اون مردم به اون کسی که اول صحنه است دارن جذابیت. احسن بهتون، ولی شما قانون شما هم همیشه مرد اول صحنه شما بودی. آره درست میگین، ولی با همه حرفا مثلا من یادمه برای کنسرتی که با شهریار عزیزم داشتیم همه زنگ میزدن گفتن خواننده کیه. ما میگفتیم که خب من و شهریار بودیم دیگه. بله. همه فکر می‌کردن مثلا شهریار قراره که شعر بخونه منم موسیقی بزنم. در صدی که ولی شهریار خواننده خوبیه. بله. مثلا آهنگاش بی‌نظیره، آهنگایی که خونده خودش. بله. چون با تمام وجودش ساخته و خودش میدونه. بله. اونو چجوری باید اجرا کنه. ممکنه خواننده دیگه نتونه اونو اونطوری کنه. بله. به همین دلیل همه میپرسن خواننده کیه. بعد من با توضیح میدادم بابا شهریار قنبری میخونه. اون موقع خب ما سولدات کردیم بعد. بله. حالا به خاطر اسم شهریار بود، خود من بودم اونجا، اونجا سولدات شد. ولی منظورم اینه که از اون من تجربه کسب کردم که همه دنبال من خواننده کیه. مهمه براشون و خب ایرادم نمیشه گرفت. خواننده فعلا خواننده است دیگه. شما یه صدای تازه‌ای رو ارائه دادی. بله. حالا سبای این که این گونه شما آزار دیدید که مردم براشون جذابیت داشت، برای روی خواننده متمرکز می‌کردن، فوکوسشون رو اون بود، علت دیگه‌ای هم در این رابطه که تصمیم گرفتی خوانندگی رو دنبال کنی هست؟ الان توضیح میدم بهتون. آره یکی دو تا علت داره. اولین مسئلهش برمیگرده به اینجا که من به دلیل اون شخصیت سازی که نه. قانون نواز بودم و همه میشناختن به اون اسم و حالا همه جای دنیا میگن که فرهاد بشارتی بهترین قانون نواز، حالا هرچی دیگه لطف دارن به من میگن. نه. اون خودش یه شخصیت خاص خودش داشت، یعنی احتیاج نبود که من حتما بیام مثلا بخونم بخوام اون شخصیت رو کسب کنم. ولی تا الان که یهو مثلا دیگه دیدم که خب الان دیگه ما میخوایم بریم کنسرت بذاریم، دوباره سوال جوابا شروع میشه که خواننده کیه. صدای ما هم در اومد بالاخره دیگه. گفتیم خب خودمون شروع کنیم بخونیم. حالا چرا خوندم؟ برای اینکه همه میتونن بخونن، همه صدا رو دارن. من به دلیل اینکه توی میوزیک بودم، کار موسیقی میکردم، خب من درست میخوندم، وقتی میخونم درست میخونم، یعنی خارج نمیخونم 100%. وقتی شما درست بخونین مطمئن باشین هر نوع صدایی داشته باشین به گوش مردم میشینه. فقط با درست بخونین، یعنی اون اصوات از دهنتون درست در بیاد. کسی دیگه غیر از این که به یک نوعی خودتون مصمم شدین، کسی دیگه هم شما رو به اصطلاح پوش دار؟ عرضم همینه. بله. 20 سالگرد
ازدواج من و همسر نازنینم بود. بعد من فکر کردم که به جای اینکه برم برلیان بخرم، طلا بخرم، گفتم من یه آهنگ میخونم تقدیم میکنم. این از 700 تا برلیانم با ارزش داره. پخش نکردی؟ نه متاسفانه فرصت نشد. ولی خب در خفا هدیه رو دادم. آه اوکی. و خب وقتی گوش کرد، خب تفلک بسیار عشق ریخت، یعنی عشق شادی بود دیگه، خوشحال بود و اینا، و خیلی خوشحال شد. و بعد دیگه حالا به همه نشون میداد ببینیم فرهاد اصلا چی خونده فلان. منم همه جا اعلام کردم واقعا برای همسر نازنینم این. و اون باعث شد که وقتی هم خب همه میگن چقدر خوبه چرا نمیخونی، گفتم خب دیگه من اومدم بخونم، منم جزو خواننده. بسیار. سایه های لعنتی، عرض کنم که چه کسانی با شما همکاری داشتن؟ دوستان عزیزم یکی یکی اسمشون رو ببرم. یک شعر داریم از جناب اردلان سرفراز به اسم آوار که کجی جان نازنین دارن ویدیوشو تهیه میکنن. دستش در نکنه. بله. کار بی‌نظیریه. خود من خیلی دوست دارم اون کارو. بعد یک کار دارم از جناب عباس حجیر که در سوئد تشریف دارن. ایشون شاعر بسیار بسیار فرهیخته‌ای هستن که من دیر شناختم ایشونو، ولی کاراشون بسیار زیباست. شعری به اسم بارون هست که ویدیوی اونم آماده خواهد شد. بله. یه ذره طول میکشه. من 4 تا شعر از پگاه جانباز دارم اون تو. یک شعر دارم از آقای آرش سزاوار در ایران تشریف دارن، یه کار بسیار زیبا برای من کردن. پگاه جانباز 4 تا شعرهای منو گفته که خیلی تشکر میکنم اینجا ازش، و نوید قیاسی همینطور 4 تا شعرم ایشون گفته. کلن 12 تا کاره که توی این آلبوم. بله. که یکیش از اسمش سایه ها و یه آهنگ اسمش از لعنتی. این دیگه ابتکار شهریار نازنینم بود که گفتش که این آلبوم باید اسمش بشه سایه های لعنتی. و من دیدم چقدر جالبه، آدم میکشه مبتکره دیگه، میدونی. آره. خالقه سایه های لعنتی چیه که این همه رو میکشونه دنبال. من گفتم من با تو 100% موافقم و اسمش شد سایه. بعد ما آهنگسازی که با من همکاری کردن بچه‌های ایران، حسین تیموری، آقای آرمین مکری، امیر شیرازی گردآورنده همه این بچه‌هایی بود که مثلا ماها رو به هم وصل کردن. و واقعا دستش درد نکنه چون خیلی زحمت کشید. چون میدونین آدم انتظار نداره بچه‌های ایران اینقدر مرتب و منظم باشن. و این امیر جان این وسط آنچنان کاری کرد که همه چی رو منش کرد. من هر لحظه هر چیزی که میخواستم، با اینکه ما فاصله 12 ساعتی اونا داریم زندگی میکنیم، ما 12 ساعت این بریم یا ما خوابیم اونا بیدارن یا بالعکس، ولی با این حال همه چیز رو بسیار درست کرد برام. یک پروموشنی عرض کنم حضورتون برای آهنگ سایه ها که به زودی پخش خواهد شد و از آقای وحید خواهش میکنم پخش کنید. کامینگ سونه که به زودی پخش کنید. خواهش میکنم آقای وحید. این زمستون گرم میشه با تو که هوامو داری، تویی که هرچی که باشم واسه من دووم میاری. یه اتاق هیزم آتیش بس وقتی که تو باشی، یه شب ساکت و آروم نمیخوام از من جداشی. روبروی هم نشستی سایه هامون دیوا. تو چشات یه دنیا حرفه، ثانیه ها رو نگه دار، ثانیه ها رو نگه باید خواهیم یه بار دیگه خواهش میکنم پرسیم. این زمستون گرم میشه
با تو که هوامو داری، تویی که هر چی که باشم واسه من دووم میاری. یه اتاق هیزم آتیش بس وقتی که تو باشی، یه شب ساکت و آروم نمیخوام از من جداشی. روبروی هم نشستیم، سایه هامون روی دیوار، تو چشات یه دنیا حرفه، ثانیه ها رو نگه دار، ثانیه ها رو نگه دار. شما گفتیم 20 سال، بله 20 سال خانومتون یه آهنگ بود. بله. خیلی چیزی نگفتن خانومتون راجب چی قربان؟ راجب این مدله. ما تو امریکا زندگی نمی‌کنیم. به دلیل نمیشه که ما که کار خلاف نمی‌کنیم. نمی‌خوام خراب کردید. من میگم چیزی نگفتن در ارتباط با مدل. بسیارم استقبال کردن. خانم من بسیار بسیار روشن فکر هستن و همه چی رو پسندیدم. بسیار خوب. ای شو از نظر شما ایرادی نداشته. نه خیلی، من فقط می‌خواستم ببینم. ساعت شما چند؟ درست. من علی جان وقت کم دارم. بله. فقط سریع تو این یک دقیقه محبت کن. ریلیز آلبوم کی هست؟ 8 جولای. کجا بخوای این ریلیز بکنیم؟ در ستارز آن برند. اوکی، به چه جای جالب و زیبا. بله. و اینکه در اون ریلیز پارتی چه کارایی هست انجام میگیره؟ آره، اون سیکرته. آره، اجازه بدین اون یه روز دیگه میام مفصل راجبش حرف بزنیم. آره، چون واقعا اصلا شما نمیدونید ما داریم چیکار می‌کنیم. آره، واقعا سورپرایز. آره. اونجوری که برای من تعریف کرد و دیزاینش هم خودش رو بود. بله. بسیار سوپر. فرح جان یک دنیا ممنونم. خواهش می‌کنم، قربان شما، تشکر می‌کنم. خواهش می‌کنم. خانم آقایان، می‌ریم به یکی دیگه از موزیک ویدیوهای فرهاد بشارتی در آلبوم سایه‌های لعنتی نگاه می‌کنیم. بعد از چند پیام بازرگانی با مهمان دیگری صحبت. یه صبحانه کنار موج دریا، کنار تو که اینقدر مهربونی، یه قهوه مثل قلب تو که داغه، کنار تو که تا ابد میمونی، تو ایوون قشنگ رو به ساحل، سرم رو شونه های تو اسیره، دل من از خداشه که تو دستان، یه لحظه زنده شه بازم بمیره. کنار تو چه آشوبم، چه حالیه نمیدونم، میخوام ردشم از این احساس، میخوام اما نمیتونم. کنار تو چه آشوبم، چه حالیه نمیدونم، میخوام ردشم از این احساس، میخوام اما نمیتونم. تو میخونی زیر گوشم، تنم درگیر تشویشه، تو هرچی که به من میگی
بگو من باورم میشه، بهت میگم چشاتو دوست دارم، پر از حرف پر از احساس خوبه، یه کاری کردی این روزا که قلبم مثل دلشوره تنگ غروبه، کنار تو چه آشوبم چه حالیه نمیدونم، میخوام ردشم از این احساس، میخوام اما نمیتونم، کنار تو چه آشوبم چه حالیه نمیدونم، میخوام ردشم از این احساس، میخوام اما نمیتونم.